خب ویزای جی یه داستانی داره به نام 2 year residency requirements، خب requirement که این در واقع میخواد که شما بعد از اینکه کارتو انجام دادی، ترینتو دیدی، برگردی به کشور مبدأ. این زیاد شامل ایرانیا نمیشه، چون این در واقع بیشتر برای اینه که اون دولتی که هزینه شما را داده، که اگر دولت مبدأ باشه به هر حال هزینه کرده، شما باید برگردی و اون علمی که کسب کردی رو منتقل کنی. خب چون عملا اکسچنج ویزا، جی ویزا برای اینه که اطلاعات رو بتونی شما منتقل کنی بین ملت ها. خب هدفش این بوده دیگه، هدفش کمک به کشورهای دیگه است در واقع. خب پس این 2 year residency بیشتر برای کسایی که کشورشون هزینه کرده. ایران معمولا هزینه ای نمی کنه که شما بخوای مثلا هزینه موندنتون یا هیچ چیزی، اسپانسر که نمیشه. پس بنابراین 2 year residency یا شامل بچه های ایرانی نمیشه، یا اگرم بشه ویو کردنش ساده است، به خاطر اینکه ابجکشنی نیست از کشور مبدأ. و یا اینکه حالا شما میتونید یک از سفارت، حالا یه نوع ابجکشن استیتمنت بگیری از سفارت خود ایران، یا اینکه شما یک ورک ریکوستی داشته باشی. این دومین راهی که میشه ویو بشه، ورک ریکوست داشته باشی از interested US federal government agencies، یعنی ایجنسی هایی که، جاهایی که برای فدرال گاورمنت مهمه که نیروی درست و حسابی داشته باشه، و شما با علمی که داری اونا میخوان که شما اونجا باشی. اگر همچین شرایطی باشه، شما نیاز به این نداری که 2 سال برگردی خونت، هوم رزیدنسی نیاز نیست و میتونی اینو ویو کنی. حالت دیگهش اینه که بعضی افراد مثلا میگن که آقا ما ثابت میکنیم که اگر برگردن مثلا کشور مبدأشون، ممکنه مثلا پروسیکیوت بشن، نمیدونم چه میدونم، محاکمه بشن، کشته بشن، از این داستان ها. اگر همچین چیزی شما بتونی ثابت کنی که بگی آقا مثلا همچین داستانی هست که مثلا اگه برگردی در خطر هستی، اینا میتونی به عنوان این استفاده بکنی که ویف بشه. و یک داستان دیگهش اینه که باز به در پزشکا خیلی وقتا میخوره، اینه که شما همسری داشته باشی که یو اس سیتیزن باشه، سیتیزن آمریکا باشه، یا بچه داشته باشی که باز اونم سیتیزن آمریکا باشه، و بتونی ثابت کنی که این جابجایی شما و برگشتن به ایران و به کشور خودت و 2 سال بمونی برای این زن و بچت یا شوهر و بچت میتونه یک هاردشیپ خاصی ایجاد کنه. مثلا حالا اون مرد مثلا طرفت چه میدونم افسردگی داره، مشکلی داره، شرایطی داره، یه چیزی رو باید ثابت کنی، یا مثلا بچه مشکلی داره، یه چیزی رو باید ثابت کنی که آه یه شرایط خاصی داری و نمیتونی این کار انجام بدی. و اونا براشون مهم نیست شما برات هاردشیپ ایجاد شه، اونا براشون مهمه که اون سیتیزن خودش بهش هاردشیپ وارد نشه، خب براش سختی ایجاد نشه. و یک برنامه دیگه هم هست به نام کنراد استیت 30 پروگرامز، که این یک این برنامه یه برنامه ایه که در واقع یه سری جاهای محروم هست. اینا نگاه میکنن ببینن هر جایی از استیت های مختلف چقدر پزشک داره، اون جاهایی که پزشکاش کمه، خب شما میتونی بری اونجا اپلای بکنی و بری اونجا کار کنی، اون هوم رزیدنسی تو به همون مدت بری اونجا کار کنی و ویو بشه، همه چی بره به کارش. خب و این با هدف این هست که اون مناطق محرومی که پزشک ندارن، حالا ندارن که نیست، پزشک کمتر دارن، پزشک بتونن داشته باشن. این داستانش اینه. و سالانه، ولی خب این یه محدودیتی داره، سالانه 1500 پزشک میتونن فقط انرول بشن. یعنی شما باید هی اینو اقدام کنی که بالاخره یکم خوش شانس هم باشه که این گیرت بیاد. این داستانی هست که در واقع میشه ویف کرد برای ویزای اون تو هوم رزیدنسی رو، برای ویزای جیوان میشه ویف کرد.